بیننده های عزیز، دروغ و خیانت به امانت از اوصاف منافق است. کسانی که چنین رفتار می کنند و کارهای خود را درویانه به پیش می برند، سرانجام محکوم به ضایع بزرگ می شوند. شاهد آن می شوند که انسان با دروغ و اهانت نایل به هیچ چیز نمی شود. این هم سند محکومیت و شهادت. همه با هم تماشا می کنیم. از خوشی دل واسه این جایی نمیشم. خشمش دارم این مراسم زود خلاص شوه. کاش که مراسم زود خلاص بشه. ما هم یک احساس دارم. از که به این طرف مویای تا به طرف پیشروی شانه میکنی. با بغل شانه کو. اما سوسن این قسمی خوش داره. این قسم بهتر معلوم بشه خاله. به نظر شما همون نیست؟ او 25 سال است که بچه ماست. ما بهتر میفهمم که چی برش خوب معلوم میشه و چی بد. بس کن این دیگه، از وسط نصفش میکنم. خانم، میمونه آمده رویستن. تو که نباشی بعد است. چی وقت نیی؟ خودم میفهمم چی وقت بیای محسن. حاکان، من یک دقیقه بیرون میرم. مادر، بلیاز خدا در روز عرصی کارهایت نکن. بیبی، امروز بهترین روز زندگیم است. یک کم لبخند بزن. از رباد روی من لبخنده نمیبینه. بچه‌م گپ مرا نکرد. بعد از قدر سال برای اولین بار از گپم سرپیچی کرد. حوصله تبسم کردنم ندارم. خانم، چای هنوز تیار نشده. اینال بچه و عروسی میاین. دسترخان تیار شده که عروس ما زار کننی؟ میبخشی صبحانه کمه ناوقت تیار شد. باشه که تیار بخوری. خوش آمدین، خوش آمدین. دستانو ببوسم خاله جان. بفرمایین بشینین. اگر این آنو صبح دن یاد چاشت خواد خوردیم. خواه دخترم، از خانه خورازی هستین؟ کدام کم بود ندارین؟ نه کاکا جان، سلامت باشین. دیستی عادت کدام گویا که از سابق خانه خودم بوده باشه. خانه شما نه، خانه مست. ایره هرگز فراموش نکن. امشب سفر میکنیم. در کامر در یک هتل جایی رزرو کردیم. سفر خوش داشته باشین. بعد از برگشت جسمین داری بچه؟ یک مقدار پول پس انداز کرده بودم. همراه زیورات یک جای میکنم. انشالله یک کار خواهد شد. خب، برای ما حاصل که میرین زیورات نباید همراه خود ببرین. زمانه خراب است. دوست و حیله گرم زیاد شده. بیا زده ای وقتا اشتباه خود زیاد میکنی. تصمیم داشتم با بانک تحویل کنم، اما دبه این رخصتی آمد باز نشد. بازم کدام فرق نمی کنه. اونا را آورده پیش ما بانین. بیازو خودتان نگاه کرده خو نمی تانین. تشکر خاله. چی شده؟ چرا جگرخون هستی؟ با ماه عسل میریم. هاکان، ما کدام اشتباهی را در مقابل مادرت مرتکب شدیم؟ کاری کرده که موجب رنجش مادرت شده؟ تو چرا اینقدر بی‌مهر است؟ طبیعت مادر مامو رقم از سوسن. همیشه میخواه گپ خودش شوه. یک نفرت بیجا در برابر انسان ها و زندگی داره. همیشه همه طور است. تو بدل نگیر. یعنی چی هاکان؟ خانه ما گفتم آزرده شد. ما در خانش بزار خونه میشینیم. عادت کرده دیگه. هر دو خانه از بابین به مادرم رسیده. در خانه ما میشینن گفته بعضن به گوش پدرم میزنه. با گذشت زمان تو را که خوب شناخت باز مهربان میشه. حالا دیگه عجله کو که از پرواز نمانیم. هیچی از خانم به تو را به من. این چیزا به تو ارتباط نداره. کدام خرابی خو نمی کنی؟ همراه زیورات سوسن چی می خواهی بکنی؟ بالا اینا فقط آکان سوسن حق دارن. از کی تاله؟ یه عروس حقم پیدا کده. خانم، بی عروس ما چقدر خوب همراهت رفتار میکنه؟ ولی تو همراهش بدخلقی میکنی.
حالا که دوست دارن یکی دیگه خود عروسی کردن، ما نباید مداخله کنیم. این کلمه دوست داشتن بدان تو خوب معلوم نمیشه. اگه تو محبتم میفهمیدی سالها پیش تو نمیکدی. فراموش کردی؟ چیگه پس؟ ای پیسو از کجا شد؟ طلای سوسن فروختم. چرا؟ هاکان برات گفت؟ یه گالم قرضای عروسی مانده. اونا را چطور خلاص کنیم؟ قرض چی خانم؟ قرض عروسی محسن و او قرض همراه پور پرداخته میشن. چیزی که تو هیچ وقت دوره نمیفهمی. پدرم دم سریخانه است؟ دیگه کجا بودم ایتانه؟ خیریت باشه دخترم، مریض خو نیستی؟ نمیفهمم، از وقتی که از ماه عسل برگشتیم سرم درد میکنه، هرچی دوا میخورم جور نمیشه، شاید از تغییر هوا بوده باشه. راستی مادر، او پیسه و طلاها را که برتان داده بودم میارین؟ دیروز یک دکان پیدا کردم قیمتش مناسب است، رفته و به کرا میگیرمش. کدام طلاها را میگی؟ یعنی چی؟ شما که در ماه عسل سات خود را تیر میکدین، من اینجا مصروف پرداخت قرضای عروسی شما بودم. پیسای طلام خود کفایت نکرد، من حتی پیسا کفن خودم دادم. اما ای چطور شده میتونه؟ کل حسابا را خود کرده بودیم، کدام قرض دیگه نمانده بود؟ تو چطور فکر کردی که کل چیز همراه سالن عروسی و کارت دعوت خلاص میشه؟ شیرینی نکاح بود، عکاسی بود، پیسه بخششیا بود، بعدش مصارفی که دخانه کردیم. فکر میکنی کل چیز آسان است؟ اما اینو خود قدر نمیشد مادر جان. یعنی یک عالم زیورات کی بود همراه پیسای هاکان؟ پیسه و زیورات پنج قران هم نشد. دخانه یک عالم مصرف کردیم، از عهدش برآمدن آسان خو نیست. اما کل پلانای ما سر رو پیسه سنجیده بودم، حالا چی کنم؟ چه قسم کار کنم؟ میبینی کل چیز قدرم آسان نیست. انسان که یک دفعه در زندگی اشتباه کرد، بازگش پشت با پشت می آیه. حالا چی کنم؟ او قدر پیسه چطور در قرضداری میره؟ چرا به ما چیز نگفت؟ اقلا یک خبر خوب ما رو میکرد. قریب از سرم بکفه. سوسن حالا تو بیخی خراب شده میره. دوای تسکین دردم فایده نکرد. هاکان مرا بلند کن، یاتاق مرا خفک میکنه. دوستارم که خب کنم بدتر میشه. بهترش نیست که به شفخانه ببرم، تی رقم نمیشه. بیدگه چی هست؟ رقمش با تعویض میمانه، نوشتوش هم عجیب و غریب است. ایده اتاق خواب ما چی میکنم؟ ما چی بفهمم هاکان، ما خونه مونده. عجیب است به خدا، خود به خود خود داخل شده نمیتونه. اما کی مونده میتونه؟ کی دیگه خونه بجز ما پیش مادرت هم هست نی؟
جان کجا میری؟ تو خودت چی فکر کردی بادر؟ ولی از خدایی چی هست؟ ایره چرا در خانه ما موندی؟ اینا را از کجا بیرون کشیدی بچه من خو؟ این کار نکن بادر، میفهمم که تو کردی. چرا میخوای به ما ضرر برسونی؟ چرا؟ من بچه ایت هستم، یک مادر میتونه تو کار بقیه بچهش بکنه؟ یادت هست چطور از گپ مادر سرکشی کردی؟ هنوز نفهمیدی که مرا چقدر آزرده ساختی؟ مادر لطفاً این موضوع را فراموش کنین. حال ما عروسی کرده، من با سوسن بسیار خوش هستم. گوش کن بیبی، برای چی میگو؟ از او دختر منصرف شو بچه، از خاطر من منصرف شو. او پیسای عروسی نه در قرض رفت و نه در چیز دیگه، کلش سر جای خود است. او دختر ایلاکو کل پیسا از تو خواد بود، با طبق میلت استفاده کن. تو میفهمی چی میگی مادر؟ تا حال تو رو نشناخته بودم. مادر سو تو پیسا رو برمه بته، از این دستی سای دیگه خسته شده. بازم کار خودت هم میکنی ها؟ گپای مرا گوش نمیکنی؟ او طور که هست تو پیسا رو فراموش کن، فهمیدی؟ تا امروز همیشه خواستی زندگی ما تحت کنترل خود داشته باشی، کوشش کردی تنها خواسته های خودت رو برآورده بسازی، اما دیگه بس است. آخرین حرف تمیز؟ بله همی است. هرچی میکنی بکن، سوسن رها کردنی نیستم. رهایش میکنی؟ اگر رهایش نکنی باز ما میفهمم که چطور خارزارتان کنم. از زندگی کردن با او دختر پشیمان میسازمت. خیریت باشه بچم، چی شده؟ ایر از مادر پرسان که پدر، او همه چیز از ما بهتر میفهمه. بچم آمدم آمدم. خوش آمدی خاله، بفرما. برای داخل شدن به خانه خودم به دعوت تو کدام ضرورت ندارم. اما خاله ما چپ شو، من خالت نیستم، گپ ما زده میرم. به هاکان بگو که از او جدا میشی. چی؟ اما خاله گپ ما قد نکو، از هاکان جدا میشی. تا که رضایت من نباشه هیچ کس همراه بچم زندگی کرده نمیتونه، بخصوص مثل توار ممسک خوهرگز. ماما تو چی کرده؟ گپ نزن. چی کردن که ما سقه یه گپ ها شده؟ گفتم گپ نزن. یخن بچه ما ایلاکو، تو شایستش نیستی. یک دفعه فریبش دادا در خانهش خود در آمدی، اما دیگه ایتو نمیمانم. گپ ما فهمیدی؟ خدایا خدایا، تو با ما توان تحمل بته. تو یک روز روی خیره برم نشان ندادی. به اندازه که مستحق بودی گرفتی، بیشتر از این لایق انسان فرومایه مثل تو نیست. به نظر من بهتر از متوجه حرکاتت باشی جناب محسن، ده غیر از او پایمال کردنت برای من بسیار آسان است. بس از دیگه، به خاطر حفظ خانواده تو امروز هرچی که تحمل کردم، اما با گلون رساندی. ما دا ایست رسال کس را اجازه نمیتم که پایمال تحقیرم کنه. فکر کردی کل چیزه با پول دارایی میتونی بخری؟ ور خواستیت برآورده بسازی؟ دیگه بس است. خانه و مال و ملکت همه چیزت از خودت باشه، بلا ده پسه. تو هم برو گم شو، من به کس ضرورت ندارم، به هیچ کس. هاکان، همراه مادرت یک بار دیگه گپ میزنی؟ پیش ما خود چیز دیگه نمانده، از عهده مخارج برآمده نمیتونیم. فایده نداره سوسن، پدرم که قصاله تحمل کرده بالاخره ازش جدا شده رفت. فکر کن که مادرم به چی حال افتاده باشه. از خاطر کار هر جایی که فکر کنی رفتم، هر کاری که باشه انجام میتم تا در زندگی محتاج نباشم. برم دیگه، ناوقت شد. درست است. این خانه کلی چیز تک میده است؟ بله هیچ مشکل نداره، فقط که ما میخوایم پیسش نقد برام بتن. به نظر من مشکلی نیست، جرامت میکنیم.
مادر اینجا چی گپ است؟ نه کرانشینام آمدن. ما شما را بدرقه میکنم. تشویش نکنه، اینا فردا صبح خانه را خالی میکنن. حاکان نگه خانه را میفروشه. اما این چی تو امکان داره؟ مادر، مادر اینجا چی گپ است؟ خانه را فروختم. سر از صبح جلو پستک تانا اینجا نبینم. کلش جمع کده از خانه براین. وسایل هم دست نزنیم. هر دوی تانا هشدار داده بودم که تاوان و خطای تانا خود پرداخته. اما دیدی بچه هایی که گپ مادر را گوش نمی کنن مفتن و زانوی خدا اوگار می کنن؟ همه تا نیست بچیم؟ بعد از این کارایت انتظار مادر گفتن از من نداشته باشی هیچ وقت. سر از فردام از این خانه بر همیشه گم خواد شدم. چی لوده لوده سعی داری؟ ما چی کدیم که مستحق ای همه شدیم؟ گفتم امکان داره مرا دوست نداشته باشی. اگر روی گشتاندی خاموش ماندم، بازم تحقیرم کردی، هم روی تعویض دست باز بین بردن خوشبختی ما زدی، بازم چیزی نگفتم. اما حال مسئله حقم است. ای را بفهم که حق خود حلال نمی کنم. اگه مقصدت از حق طلا هاست، حلالیت از خودت باشه. تو از ما بچه ما گرفتی، ما هم اونا را گرفتم. با سرنوشت هر کس بازی کرده به خاطر دستشان حاکمیت، هر چیز از دستت بیایه می کنی. اما فراموش نکن که یگانه حاکم مطلق خداوند است. تو را به او واگذار می کنم. بسیار متاثر شدم. فردا شما را اینجا نبینم. جلو پستکتان از اینجا جمع کرده به هر غاری که میرین برین. فهمیدی؟ بالاخره ای کارم کرد. ضرور نیست که آزاده شوین بچه، چون تقصیر شما نیست. کینه و نفرت که در دل داره چشمایش کور ساخته. دخترک کم بخته، هر روز شده آمدی اما به شکل درست حرمت تکده نتانستم. مگم امیدت به خدا باشه، یک چاره خواد کردیم. بخیر، عشقایت پاک و دیگه. سلامت باشین کاکا، در این خانه ما زایمتان شده. ای دیگه چیگه پس دخترم، در سر چشمایم جای داری؟ با آمدنت این خانه رونق بخشیدی. ایگه پاره دیگه نزنی دختره. به هیچ کدامتان ضرورت ندارم. به هیچ کدامتان. بینیتان که به مالیدن شروع کردین باز میفهمین. مرچاواره باز دانه دانه زیر پایم خواد افتادین. مبارک باشه کد خیرش دخانه تان بشینه. سلامت باشین، اما بخصتان با اعتیاد نگاه کنین، اینجا اعتبار نداره، اعتیاد شرط است. تشویش نکنین، اونا سلام. باید از مهبه ترسن. سلام، مزاحمتان شدم، یک آدرس سپرسان میکدم. خداحافظتان. خداحافظ. در این نزدیکا یک فابریکه پلاستیک است، میفهمین کجاست؟ بله دیدیم، چند قدم پیش است، برادرم اونجا کار میکنه. فکر میکنم از خاطر کار پرسان کدی. بله، از خاطر کار بر. چرا؟ اگه به جای تو میبودم هیچ نمیرفتم. اونا یک برقی میخوان، اما ماشش کرایه را هم نمیشه. درست است، تشکر. میبینی که چطور خوارزار شدی؟ اینا را سعی کن. بیبی هنوزم یک چانس بر برگشتن داری. باز وقت خواهد دیدی نه درد برات میمانه و نرنج. بیاک بعد از این دگه با فکر سرگرمی و خوشگذرانیت باش لیمان. باز بیبی که زندگی کردن همراهی همه پیسه چطور خوش تیر میشه. ای پناه به خدا گمش کن، با صبح تویش میکنم. اوف ای
خودمام از خودم، از مردمم از خودم. تمیمه میگم، شما مشناسین، از هم کارهای سابق ماست، به خود یک جای مستقل ساخته به کمک ضرورت دارم. ما هم گفتم به دو چشم. بچیم دیدی، خداوند وقتی یک دروازه را بسته کنه دیگهش باز میکنه. ولی خوراکی که ما به تو میبینم هاکان، تا چند روز دیگه از این دروازه داخل شده نخواد تانستی. خدا خوشبختی تانه پایدار داشته باشه. با ما هم انشالله نوستای خوب نصیب خواهد شد. خدای من، کمک، کمک، آی، 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 کمک، کمک. کاکا، غذایتان فراموش کردین؟ زنده باشی دخترم، نوشه جان. کاکا جان، دوستای درده نبینه. پناهتان به خدا. مادر جان، مادر بگیرینش. مادر جان کمک کنین، بگیرینش. مادر آیست 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 مادر، دیشب خانه شاتش کرد. لیمون خواهر از خانه با مشکل کشیدن، اطفایه کمی دیر کرد، متاسفانه خانه خاکستر شد. ایران ماندیم که چی کنیم، باز اینجا آوردیمش. موسیقی ما چی کردیم که مستحق ای همه شدیم؟ گفتم امکان داره مرا دوست نداشته باشی. اگر روی گشتاندی خاموش ماندم، بازم تحقیرم کردی، هم روی تعویز دست باز بین بردن خوشبختی ما زدی، بازم چیزی نگفتم. اما حال مسئله حقم است، ای را بفهم که حق خود حلال نمی کنم. اگر مقصدت از حق طلاهاست، حلالیت از خودت باشه. تو از ما بچه ما گرفتی، ما هم اونا را گرفتم. با سرنوشت هرکس بازی کرده به خاطر دستشان حاکمیت، هر چیز از دست بیایه میکنی. اما فراموش نکو که یگانه حاکم مطلق خداوند است. تو رو به او واگذار میکنم. بسیار متاثر شدم. مادر بیننده های عزیز، پولی که با دروغ و حیله به دست می آید در اصل منفعت نه بلکه خسارت بزرگی را به بار می آورد. کسانی که این راه را در پیش می گیرند، هرچند در ظاهر فایده مند به نظر می رسند، اما در حقیقت همیشه متضرر می شوند. زیرا در لحظاتی که کارهایشان انجام می گردد و تجارتشان به نظر سودمند می رسد، چنان گرفتار عدالت الهی می شوند که حتی بیشتر اوقات جان خود را نیز به مشکل نجات می دهند. بله، خداوند به ظالم مهلت می دهد. اما اگر یک بار به چنگ افتاد، آنجاست که کار از کار گذشته است. بله بیننده های عزیز،
باز هم رسیده ایم به پایان یکی از قسمت‌های دیگر. حوادث اسرارآمیز زندگیتان را با ما در میان بگذارید، زیرا این حوادث افق دید ما را نسبت